موفقیت آسترازنکا در دستیابی به فرمولی کارآمد برای واکسن کرونا. شرکت داروسازی آسترازنکا اعلام کرده به دنبال تحقیقات تکمیلی برای ساختن واکسن کرونا به فرمولی کارآمد دست پیدا کرده که اثر بخشی آن برای جلوگیری از موارد حاد بیماری کووید 19 100% است. از مزیت‌های این واکسن ارزان بودن و قابلیت نگهداری در دمای یخچال اعلام شده است. این شرکت که با دانشگاه آکسفورد برای ساخت واکسن کرونا همکاری می‌کند، پیش از این در ماه نوامبر میزان اثر بخشی واکسن کرونا خود را حدود 70% اعلام کرده بود. انتقادها از اشتباهی که در جریان آزمایش بالینی واکسن آسترازنکا روی داده بود، باعث شد این شرکت با تحقیقات بیشتر برای اطمینان پیدا کردن از ایمنی واکسن خود موافقت کند. دولت بریتانیا روز گذشته مجوز استفاده از واکسن کرونا مسئول دانشگاه آکسفورد و شرکت آسترازنکا را صادر کرد تا راه برای واکسینه شدن میلیون ها نفر در این کشور هموار شود. کشف گونه یه جدیدی از گلها در یک کهربای باستانی. دیرینه شناسان همواره توانستند به وسیله سمق فسیل شده یه درختان که به نام کهربا شناخته می شود، به شناختی فوق‌العاده نسبت به اکوسیستم های باستانی در کره زمین دست پیدا کنند. محققان آمریکایی با استفاده از این کپسول زمان طلایی گونه‌ای کاملا جدید از گل‌ها را کشف کردند که برای حدود 100 میلیون سال درون سمق یک درخت گیر افتاده بود. بخش اصلی این گل کوچک تنها 2 میلیمتر طول دارد، اما حدود 50 پرچم گل و کیسه‌های حاوی دانه‌های گرده به وضوح قابل مشاهده هستند. این کهربای باستانی در میانمار یافت شده و گل درون آن در طول 100 میلیون سال اخیر به شکلی شگفت‌آور سالم و بدون تغییر باقی مانده است. رکورد جدید خورشید مصنوعی در کره جنوبی. دانشمندان کره جنوبی توانستند در مرکز تحقیقات پیشرفته توکامک این کشور رکورد تازه‌ای در نگهداری دمای فوق‌العاده بالای پلاسما ثبت کنند. به این ترتیب پلاسمای دمای بالا برای 20 ثانیه در دمای یونی بیش از 100 میلیون درجه سانتیگراد حفظ می شود. دستگاه همجوشی توکامک که به عنوان خورشید مصنوعی کره نیز شناخته می شود، از میدانهای مغناطیسی برای به وجود آوردن و پایدار کردن پلاسمای فوق داغ استفاده می کند. پیش از این دمای پلاسمای فوق داغ با دمای بیش از 100 میلیون درجه سانتیگراد تنها به مدت 10 ثانیه حفظ شده بود. از دستگاه های توکامک در تولید انرژی هسته‌ای از طریق روش گداخت هسته‌ای استفاده می‌شود. تلاش دانشمندان ژاپنی برای کاهش زباله‌های فضایی. یک شرکت ژاپنی به همراهی دانشگاه کیوتو با هدف کاهش زباله‌های فضایی در حال توسعه اولین ماهواره‌های چوبی جهان هستند. زباله‌های فضایی که در نتیجه پرتاب‌های روزافزون ماهواره‌های فضایی و فضاپیماها به وجود می‌آیند، در حال تبدیل شدن به مشکلی اساسی در مدار زمین هستند. زمانی که ماهواره‌های چوبی مأموریت خود را به اتمام می‌رسانند، هنگام بازگشت به زمین به طور کامل در اتمسفر می‌سوزند و در نتیجه زباله فضایی تولید نخواهد شد. در حال حاضر حدود 6000 ماهواره در مدار زمین در حال گردش هستند که حدود 60% آنها بدون کاربرد بوده و زباله فضایی محسوب می‌شوند. دانشمندان همواره نسبت به سقوط این زباله ها به سمت زمین هشدار دادند، چرا که سرعت بسیار بالای آنها هنگام برخورد با زمین ممکن است آسیب هایی جدی به دنبال داشته باشد. توسعه داروی جدید برای از بین بردن سلول های سرطان. دانشمندان یک مؤسسه تحقیقاتی در سوئد توانستند نوعی داروی سرطان را توسعه دهند که با هدف قرار دادن میتوکندری عملکرد سلول های سرطانی را بدون تخریب سلول های سالم مختل می کنند. سلول های بنیادی سرطان برای حیات خود به میتوکندری بسیار وابسته هستند. میتوکندری بخشی از سلول است که در آن انرژی دریافتی از غذا آزاد می شود. در حال حاضر داروهایی که عملکرد میتوکندری را هدف قرار می دهند بسیار سمی هستند و سلول های سالم را نیز تخریب می کنند. این دارو که از آن به عنوان فرصتی جدید برای درمان سرطان یاد می شود، علاوه بر اینکه عوارض شدیدی به دنبال ندارد، می تواند سلول‌های سرطانی را گرسنه نگه دارد و در نهایت آنها را از بین ببرد.